پاکستان فعالیت های سیاسی و مذهبی مولانا عبدالعزیز امام جماعت افراطی لال مسجد در پایتخت این کشور را غیرقانونی اعلام کرد. دولت مرکزی پاکستان همچنین گروه تأسیس شده توسط سنی های تندروی لال مسجد اسلام آباد موسوم به سازمان را غیرقانونی دانست و تمام فعالیت های سیاسی و مذهبی این گروه را ممنوع اعلام کرد. با وجود گذشتن ده سال از عملیات ضد تروریستی علیه لال مسجد در اسلام آباد دولت پاکستان مجوز برگزاری بزرگ داشت برای کشته شدگان در این عملیات را نداده است دولت اسلام آباد تهدید کرده است در صورتی که هرگونه گونه توسط افراد گرایان لال مسجد صورت گیرد برخورد سختی با آنها خواهد داشت گروه افراطی سازمان شهدا وابسته به مولانا عبدالعزیز اعلام کرده که این دستور دولت را قبول نخواهد کرد و آن را رد کرده است قرار بود سنی های تندروی سازمان شهدا به مناسبت دهمین ده سالگرد حمله به مسجد که منجر به کشته شدن دهها تروریست و کشف و ضبط صدها قبض اسلحه سبک و سنگین شد کنفرانسی برگزار کنند و یاد تروریست های به هلاکت رسیده را گرامی بدارند ذکره از اخیرا گروه های افرادگرا نظیر گروه های تروسی سپاه صحابه و لشکر جنگوی که از سوی دولت پاکستان ممنوع فعالیت شده بودند با تغییر روی کرده ظاهری خود سعی می کنند وارد فضای سیاسی این کشور شوند که به گفته کارشناسان بسیار خطرناک است. خاطر نشان می شود جمعه هفته گذشته در نتیجه ی وقوع دست کم سه انفجار تروسی بیش از 350 تن از شیعیان در شهرهای پاراچنار و کویت پاکستان شهید و مجروح شدند. مسئولیت این انفجارهای تروریستی را نیز سونیهای تندروی وابسته به گروههای تروریستی فعال در پاکستان بر عهده گرفتند.